سلام به صنف نقاشی مادر خوش آمدید موضوع امروز تصویری و انتظایی هست احتمالاً اولین باری است که این کلمات را می شنوید قبل از شروع صنف اجازه بدهید یک سوال ساده از شما بپرسم تفاوت این دو نقاشی چیست؟ هر جواب خوب است پس هر چی به ذهنتان می رسد بگویید جواب در درس امروز هست رسم سمت چپ تصویری هست و سمت راست انتظایی است. خیلی سخت بود چون هنوز یاد نگرفتید. حتی اگر معنی آن کلمات را نمی دانستید مطمئن هستم که می توانید تفاوت را از ذهن خودتان تشخیص بدهید. به طور خلاصه تصویری به با بازنمایی فرم و انتظاری به عدم نمایش فرم اشاره دارد. اکنون من قصد دارم به شما نشان دهم که چطور تصویری و انتظایی از طریق آثار هنرمندان واقعی متفاوت هست. ما اول در مورد تصویری گپ می زنم. من فقط به شما گفتم که تصویری به نمایش فرم اشاره دارد درست است؟ وقتی که به برخی از آثار هنری ببینیم احساسی از آن خواهید داشت. عکس سمت چپ اثر لیوناردو داوینچی و سمت راست اثر فریدا کالو هست و هر دو اثر هنری بیانگر یک زن بودند می توانید بگویید که آنها بسیار مفصل بیان شدند درست است عنوان قطه سمت چپ مونالیزا است. به عنوان یکی از معروفترین آثار هنری در جهان شناخته شده است. می توانید ببینید که حالت چهره، موها، چینهای لباسهایش، دستها و پس زمینهش همه بسیار دقیق به تصویر کشیده شدند. کار سمت راست عمدتاً چهره یک زن را بیان می کرد اما ویژگی ها و حد موهای صورتش به دقت معلوم می شد. می توان گفت که این دو نقاشی تصویری هستند. زیرا هر کسی می تواند بگوید که این نقاشی یک شخص است. این اثر هنری پیتر پر است. روستای بسیار زیبایی است. شما می توانید گوها و افراد را ببینید که در یک زمین وسیع مشغول و کار هستند و در سمت راست درختان سرسبزی که دور دست کشیده شدند. تا یک رنگین کمان در آسمان شناور است. بنابراین منظره ای است که تنها با نگاه کردن با آن قلب شما را گرم می کند. می توان گفت که این نیز تصویری هست زیرا هر کسی می تواند بگوید که یک منظره روستایی است این دو رسامی اثر کلود مونه هست. تصویر سمت چپ منظره ای را نشان می ده و تصویر سمت راست زن را با پسرش که روی چمن استاده هستند. هر دو کار قلب من را گرم می کند زیرا می توانم نور گرم آفتاب را احساس بکنم. این دو اثر را می توان تصویری دانست زیرا هر کسی می تواند بگوید چه کشیده است. این دو نقاشی اثر پلسوزان هست. من یک بار دیگر در صنف قبلی در موردش به شما توضیح داده بودم که هنرمندی بود که سیبهای زیاد را نقاشی کرده بود. اگر او فقط سیب را میکشید زیاد جالب نبود. همه پارچه سفید، گزه ها، ها و شیعی که در اطراف سیب قرار شده شده بود. او کار را بسیار جالب کرده بود. هر کسی میتواند بگوید که این دو اثر هنری نشان دهنده نقاشی های طبیعت بیجان هست. این دو نقاشی اثر ونسان ونگوک هست. او یک نقاش مشهور جهانی است پس خوب است از او یاد کنید سمت چپ اتاق اوست و سمت راست کار آسمان شب اوست آثار هنری او بسیار پس از مرگش به شهرت رسید بنابراین او در طول زندگی خود زیاد زمان را در خلوت گذراند با ویژه گفته می شود که تصویر سمت را زمانی که او در یک بیمارستان روانی بود نقاشی شده است واقعا جای تعجب است که چنین اثر هنری زیبایی در چنین موقعیت دردناک خلق شده باشد هر کسی که این دو اثر هنری را ببیند می تواند بگوید که چه نوع مناظر را نقاشی کرده است درست است این رسامی اثر هدوارد هاپر است او همچنان یکی از نقاشان مورد علاقه ما است او اکثرا تنهایی جامعه مدرن را بیان می کند. اگر به این رسامی ببینید می توانید در پس زمینه سرکهای شهر و را در شب و چند نفر را در داخل دکان ببینید. به طور کلی آیا به نوع احساس تنهایی نمی کنید؟ یه اثر البته تصویری هست زیرا هر کس می تواند بگوید که بیانگر یک منظره شهر است. این رسامی اثر تینگاه تن هست در سمت چپ منظره با یک زرافه و یک پسر بازی گوش و در سمت راست منظره با فیل و پرندگان است. علاوه بر اینا ای هنرمند حیوانات بسیار متنوع را رسامی می کنند. من فکر می کنم خیلی جالب است که او حیوانات را با استفاده از الگوهای سرگرم کننده بیان می کند. یک بار دیگه هر کس می تواند بگوید این نقاشی چی چیزا است. راست است؟ نمیفهمم می تصویر را چی کسی کشیده است اما هر دو مناظر گرم و زیبای شهر را به تصویر کشیدند. تنها تفاوت این است که تصویر سمت چپ آرام و آرام به نظر می رسد. در حال که تصویر سمت راست پر جنب و جوش و پر سرگرمی هست. می توان گفت که این دو اثر تصویری هستند زیرا هر کس می تواند بگوید که نقاشی از منظره روستایی است تا اینجا به هنر این تصویری پرداختیم چطور بود آیا اکنون می دانید که تصویری چیست حال انتظایی چیست حال ما قصد دارم که با نشان دادن آثار هنری واقعی به شما توضیح بدهم که انتظایی چیست ایره سامی از کاندینسکی است آیا می توانید چیز کاملا متفاوت از آنچه قبلا اید احساس بکنید این دو نقاشی نشان دهنده چی است مطمئن نیستی درست از طبیعی است که شما نمیفهمید زیرا با دیدن این تابلوها نمی توان گفت که هنرمند در صدد بیان چه نوع افکار و احساسات بوده است با این حال تشخیص ندادن نیز به این معنا نیست که وقتی به این نقاشی ها می بینید مهم نیست که چه فکر یا احساس دارید زیر وقت به نقاشی ها میبینید شخص میتواند یک طبیعت را ببیند دیگر میتواند یک شهر را ببیند و دیگر میتواند احساس داشته باشد وقتی به رسامی ها میبینید چه چی چیزی به ذهنتان میرسد چه نوع احساسات و حواطف به ذهنتان میرسد رسمی که زیاد قابل تشخیص نباشد انتظایی نامیده می شود. این رسامی اثر موندریان است. آیا به نظر می رسد هر چار نقاشی چیزهای متفاوت را نشان می دهد؟ به نظر می رسد اما در واقع این طور نیست او ابتدا شماره یک را برای بیان یک درخت ترسیم کرد سپس شماره دو را برای ساده تر کردن درخت ترسیم کرد و سپس شماره سه را کشید تا حتی ساده تر شود و بعد برای ساده کردن آن یک بار دیگر شماره چهار را رسم کرد به این ترتیب او میخواست در نهایت یک درخت ساده را بیان بکند و این تمام نیست پس از ترسیم شماره چهار بلافاصله نقاشی بدی را کشید و تغییرات جدید ایجاد بکند. بنابری به, به باره دیگر اولین درختی که کشید به نقاشی سمت راست تبدیل شد. در پایان نقاشی سمت راست نماینگار یک درخت است. آیا این شگفت نیست؟ در پایان اگر بدون هیچ توضیحی به این آثار هنری ببینید، نمی توانید بگویید که چی چیزی را بیان می کند درست است؟ همچنین به این معنا است که ما چگونه به این اثر هنری می بینیم و چگونه تفسیر می کنیم. اگر چنین است میتوان گفت که این اثر نیز انتظایی است زیرا موضوع خاص را به تصویر نمی کشد این دو رسامی اثر پاول کلی است این دو نقاشی چه شکلی هستند به نظر من اثر سمت چپ نو حروف یا یک دریا را بیان می کند اثر هنری سمت راست من را به یاد حس خوشایند میاندازد که با بوی شیرین یا احساس هیجان و انرژی به من دست می دهد. از آنجایی که اینها افکار و احساسات ذهنی من هستند از شما می خواهم که متفاوت فکر کنید و تصور بکنید از آنجایی که این آثار نیست چهره های واقعی را به تصویر نمی کشند می توان گفت که انتظایی هستند درست است؟ این رسامی ها اثر مارک رودکو هست. او چیزی را خیلی ساده بیان می کند. فقط با رنگ های مانند این با نگاه کردن به آن ممکن است فکر کنید که او فقط رنگ ها را نقاشی میکرد. اما اندازه آثار هنری او بسیار زیاد بود. بنابراین هنگام ایستادن در مقابل آثارش می توان احساس غرق شدن کرد. می توان گفت که این دو اثر انتظایی هستند چون هیچ فرم واقعی را نشان نمیدهد. این رسامی ها اثر مارک رودکو هست. او چیزی را خیلی ساده بیان می کند. فقط با رنگ های مانند این با نگاه کردن به آن ممکن است فکر کنید که او فقط رنگ ها را نقاشی می کرد. اما اندازه ای آثار هنری او بسیار زیاد بود. بنابراین این هنگام ایستادن در مقابل آثارش می توان احساس غرق شدن کرد. می توان گفت که این دو اثر انتظایی هستند چون هیچ فرم واقعی را نشان نمی دهد. در مورد ای آثار هنری چطور؟ باز هم ما نمیدونیم که آن چه چی چیزی را بیان می کند. اما هم همون طور که گفتم مهم است که شما چگونه آن را می بینید. احساس می کنید یا به آن فکر می کنید. حالا این بار بیایید در مورد افکار و احساسات شما صحبت بکنیم. درست است؟ شما می توانید به یک طبیعت یا یک شای فکر بکنید یا می توانید خاطره یا احساس خاصی را که هست خاطر بیارید ویدیو را برای لحظه مکس کنید و یکی از این سه اثر هنری را انتخاب بکنید و در مورد آن گپ بزنید این دور اثر جکسون پولاک هست. بسیار آشفته و سخت است که بدانیم آنها چه چی چیزهایی را بیان می کند درست است؟ در دید اول به نظر می رسد که رنگ ریخته شده است، اما فقط به طور تصادفی ریخته نشده است. اگر به عکس سمت راست بالا ببینید، که بدن او به طور فعال در حال حرکت است و رنگ ها بارها پاشیده شدند تا رنگ ها روی هم قرار بگیرد و از آنجایی که کار او هیچ تصویر متمایز را بیان نمی کند می توان گفت که البته انتظایی است. نمی فهمم این نقاشی ها را کی کشیده اما رنگ های رنگ, و رنگ با هم ترکیب شده و تبدیل به این نقاشی فوق العاده شده. یادتان است که در صنف در مورد نقاط خطوط و صفحات یاد گرفتیم نقاشی سمت چپ از صفحات تشکیل شده است و نقاشی سمت راست دارای هر سی عنصر از نقاط خطوط و صفحات تا ای می تواند تفاوت بین نقاط خطوط و صفحات را تشخیص دهید درست است هنر انتظایی فقط از نقاط خطوط و سطوح تشکیل شده است شما می توانید فقط با استفاده از صفحات مانند تصویر سمت چپ نقاشی کنید یا می توانید مانند تصویر سمت راست با استفاده از نقاط خطوط و صفحات طراحی کنید این به کس بستگی دارد که اون را میکشد، درست است؟ باز هم نمی فهمون چی کسی اینا را کشیده. اما رنگ آنها پیچیده تر از موارد قبلی است. رنگ های مختلف زیاد با هم ترکیب شدند. اگر به تصویر سمت چپ دقت بکنید می نقاط و خطوط و سطور را پیدا بکنید و در تصویر سمت راست به نظر می رسد که هیچ خط وجود ندارد بلکه فقط از نقاط و صفحات تشکیل شده است. بنابراین ما به از آثار هنری واقعی نقاشی انتظایی دیدیم. برخی از آنها فقط در رنگهای بسیار ساده بیان می شدند و برخی دیگر به بر رنگهای پیچیده ای بودند. چه سبکی از نقاشی را دوست داشتید شما؟ پس سال فعالیت را شروع بکنیم. در اینجا مراحل فعالیت آماده شده است. مرحله اول از بین کارهایی که امروز دیدید یکی انتخاب کنید که بیشتر دوست داشتید. مرحله دوم اثر هنری انتخابی خود را به یکی از این دو روش زیر بیان کنید. یکی آن طوری که هست تقلید کن. فرم رنگ ها را دقیقا یکسان خواهید کرد. و گزینه دیگری است که ها را هوای کلی را یکسان کنید. همان را به دلخواه تغییر دهید. به عنوان مثال می توانید پس زمینه را یکسان کنید اما شخصیت های اصلی را می توانید تغییر داد یا ترکیب شکل و رنگ ها را می توان تغییر داد یا می آن را با اغراق یا تعریف و شیوه های جالب بیان کرد تا بسیار متفاوت از واقعیت به نظر برسد. حال سنف امروز ما در اینجا به پایان رسید. خدا را شکر میکنم که به من اجازه داد تا با شما یک جا سنف داشته باشم. لطفا منتظر صنف بعدی باشید. از مشارکت شما بسیار زیاد تشکر میکنم.